درد سر تازه، گسترش تندروی در افغانستان وزارت حج اوقاف و شهروندان کشور را نگران کرده است. وزیر ارشاد حج اوقاف هشدار می دهد که تندروی در کشور بیشتر از پیش گسترش یافته است و خطرهای برخواسته از این پدیده نیز چندین برابر شده است. عالمان دین هم از سراسر افغانستان در همایش در کابل دور هم آمدند تا راهکار عملی را برای مبارزه با پدیده تندروی در کشور مشخص سازند. اما افغانستان سال هاست که قربانی عملکرد گروه های تندرو و افراطی است و مردم افغانستان از این بابت زیانهای زیاد را متحمل شدند. در گفتمان کنونی عوامل گسترش تندروی و راهکار عملی برای مبارزه با افراطگرایی را در افغانستان به بحث می گیریم. مهمانانم در بحث آقایان کرامت الله صدیق رئیس مطالعات اسلامی وزارت ارشاد حج اوقاف، علی امیری استاد دانشگاه، محمد ماحق نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی و ابوبکر متقی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی به بحث امروز بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر. آقای ماحق، بحث با شما آغاز میکنیم، اما پیش از اینکه وارد بحث اصلی شویم میخوایم یک تعریف کوتاه از افراطیت و تندروی داشته باشیم. به نام خدا. افراطیت از واژه هایی است که بر سر او مناقشه بسیار است. یعنی خود واژه محل اتفاق نیست به عنوان یک اصطلاح. حتی گروه هایی که از نظر خیلی های دیگر فعلا افراطی شناخته می شوند و شمول داعش و القاعده، اونا قبول ندارن که افراطی هستن. اگه شما بوا بگین افراطی هستن، میگن که نه، ما مو راه وسطیت اسلامی رو در پیش داریم و آیه کریمه قرآن مجید قبول دارن که و کذالک که جعلناکم امتا وسطا، میگن وسط ما هستیم، شماها هستین که تفریط میکنین یا با معیارهای مورد نظر اسلام برابر نیستین. به خاطر ای که ما از کمی از این مناقشه راه پیدا کنیم برای بیرون آمدن، بعضی شاخص ها را میشه مطرح کرد. در یک بحثی که من شاید نوشتم باشم این موضوع را داریم که ما یک مرحله است که نفر نسبت به دیدگاه های خود نوعی از تعصب و عدم تسامح داره، یعنی یک اعتقاد داره در رابطه با یک نوع از زیست، یک سبکی از زیستن که فکر میکنه این الهام گرفته از دین و منابع مذهبی اوست. در مورد این برداشت خود آماده نیست هیچ گونه بحثی را بشنوه، هیچ گونه مناقشه ای را تحمل کنه و کسی درباره او کدام نقد داشته باشه. این یک مرحله ابتدایی افراط است که در ذات خود شاید افراطگرایی نباشه، اما در اصطلاح کلانتر که بنیادگرایی میگن در این تقسیم بندی میه. ولی یک وقت میشه که نفر آنقدر نسبت به دیدگاه و منش خود تعلق خاطر قوی داره که سایرین هم وادار میکنه که به راه و رسمی که او میخواهد رو بیارن. این دو مرحله داره. یک مرحله است که با تمام توان میکوشه به جز ای که از قوه قهریه استفاده کنه، میکوشه با استدلال، با دعوت کردن، با نصیحت کردن، با تشویق کردن، با راه های مختلف مخاطبین رو وادار کنه که شما از دیدگاه خود دست بکشین، از سبک زندگی خود عدول کنین، بیاین به او راه و رسمی که من براتون نشان میدم. این مرحله که به عربی تحمس میگن یا احساسات و عواطف هم در قضیه دخیل میشود. منتها یک مرحله است که یک فرد میخواهد که علاوه بر اینکه حال بقیه را دعوت میکنه، چون در بون این فکر که شما تعمق کنین میبینین که وقتی این با تحمس شدید دگرها را کش میکنه به طرف خود، در حقیقت در عمق ذهنش است که فقط همین راهی که من میرم درست است، راه بقیه غلط است و من باید بقیه را از راه غلط نجات بدم و به راه درسته که من به او باور دارم بکشانم. اگر که نفر به مرحله رسید که حال دید با استدلال و دعوت و نصیحت و اینها نمیتونه مردم قناعت بده، باید از زور و قوه قهریه استفاده کند. این مرحله است که ما اصطلاحا برای از افراطگرایی میگیم، به انگلیسی اکستریمیسم گفته میشه یا بعضی اصطلاحات دیگه، که این قوه قهریه میتونه شلاق باشه، میتونه تهدیدهای اجتماعی باشه، میتونه که ترور باشه، انواع روش ها رو نفر در پیش میگیره تا خواست خود در راه و رسم مورد نظر خود بر بقیه تحمیل کنه. نظر به تعریفی که شما کردین، یعنی عملا در افغانستان گروه های وجود داره و فعالیت میکنن که گروه های افراطی و تندرو هستند، اما چی فکر میکنین چی عوامل سبب شده که این گروه ها بیشتر در اواخر فعالیتشون بیشتر شد و سبب نگرانی مردم و حتی
مقامات حکومتی شود. این یک دلیل نداره، دلایل متعدد داره. شاید در خلال بحث بیشتر باز دوستانم کمک کنن که به موضوع نزدیک شویم، ولی خب یکی از اونها تجربه دوران حاکمیت طالبانی است که در او مدت مدل افرادگرایی عملا به اجرا گذاشته شد. از بالاترین مراجع حکومتی همون دوره که امیرالمومنین داشتن، وزارت داشتن، کابینه داشتن، شلاق به دستشان بود، مردم مجبور میکردن که طبق دلخواه از اونا عمل کنن و به همون سبک زندگی کنن. دوره تجربه طالبانیزم برای کسانی که طرفدار این منش و خط مش هستن یک دوره طلایی بود. از این طریق اونا به مال و منال رسیدن، به جاه و مکنت رسیدن، به اقتدار رسیدن و در این زمان فکر میکردن که آرمانهای دینی خود را در جامعه پیاده میکنن. زمانی که از حکومت کنار رفتن، اینا احساس کردند که حال از او وضعیت طلایی کنار زده شدند و پس برای دست یافتن به وضعیت ایدئال و طلایی خود باید تلاش کنند تا جامعه را به وضعیت بکشانند که پس همون اقتدار و همون سلطه‌ای که داشتن به او را برگردند. سپاسگزار هستم. آقای امیری، آنچه که استاد اشاره کردند در کنار صحبت های اینا، فکر میکنین عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی هم میتونه اثرگذار باشه در قسمت گسترش افرادگرایی و تندروی در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان شما و میهمانان محترم این میز. 100% عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی تاثیر داره. من اضافه میکنم که پیش از اینکه ما به اشخاص یا جریان ها اشاره بکنیم، من بنیاد افرادگرایی و بنیادگرایی رو در مجموع یک وضعیت میبینم، وضعیتی که در اون منطق جای خود به خشونت میدهد. وضعیت حاکم می شود که جریان ها، گروه های مختلف نمی تونه که با منطق مسالمت و گفتگو با همدیگر تماس بگیرد یا دیدگاه های خود را از رهگذر مسالمت آمیز و به اتکای منطق در جامعه مطرح بکنه، بلکه برعکس برای تطبیق دیدگاه ها و ایده های خود به خشونت متوسل می شود. این وضعیت وضعیت بنیادگرایان است. این وضعیت هم در جامعه ما حضور دارد. هم خشونت جای منطق را به میزان زیادی در جامعه گرفته است و هم دلایل اقتصادی و بخصوص دلایل فرهنگی دارد. از لحاظ فرهنگی خوب است اشاره بکنیم که نباید به وضعیت اکنون، به مسائل روز، به جنجال های معاصر و مسئله بنیادگرایی را تقلیل بدهیم. مسئله افرادگرایی را، افرادگرایی ریشه در همطور که شما اشاره کردید به فرهنگ داره. یک تحولاتی بسیار عمیق در فرهنگ اسلامی اتفاق افتاده که اگر مسلمانان در قرن 4، 5، 6، 8، 10 به نحوی با همدیگر از لحاظ منطقی گفتگو میکردند، حالا جریان های حاشیه‌ای رو کار نداریم. بدنه اصلی فرهنگ اسلامی با همدیگر گفتگو میکردند، گروه های مختلفی کلامی فقهی از همدیگر الهام میگرفتند، به همدیگر تاثیر میپذیرفتند، تاثیر گذار بودند. فرقه های مختلف در درون یک سپهر به نام اسلام با همدیگر مبادله افکار میکردند، ولی به تدریج که ما میاییم هر کس حق مطلق میشود و یک نوع مطلق گرایی در جهان اسلام مستولی میشود و این نشان میدهد که جهان اسلام در سیر تاریخی خود دچار نوعی زوال فرهنگی شده است، دچار نوعی زوال عقلانی و خیرت شده است و به تدریج ما وضعیت را به جای رسیدیم که در وضعیت جدید منطق و عقلانیت در گفتگوی عمومی و در فضای عمومی جهان اسلام جای خیلی کمی به اشغال کرده است، جای بسیار کمی به خود اختصاص داده. تمام گفتگوها با زبان تکفیر، با زبان خشونت. شما یک نگاهی به کل مساجد، کروکولام های درسی، همه چیز که ببینید، میزان خشونتی که در اینجا نهفته هست، میزان تکفیر و طرد و حذفی که در مواد درسی ما شب و روز در جاهای دیگر نهفته است، بسیار زیاد است. این به تدریج اتفاق افتاده است و این وضعیت خود به خود بستر آماده کرده برای ظهور افراطیت، برای ظهور ناعقلانیت و نابخردی و در نتیجه گروه هایی که در فضای فرهنگی جهان اسلام امروز تولید می شود، اوتوماتیکلی خود به خود به جایی که از منطق در مواجهه با دنیای خود، در مواجهه با انسان معاصر استفاده بکند، ناگزیر به طرف خشونت می رود، به خاطر که اونا در یک بستر غیر فرهنگی و در یک فرهنگی که از لحاظ عقلانی زوال پیدا کرده رشد میکنه، در نتیجه مجهز به عقلانیت بار نمی آید. این رو شما به طور جدی در جامعه خودتان می بینید. در جاهای مختلف نمونه های از این بسیار است. بنابر این من تایید میکنم حرف شما را که ریشه فرهنگی داره، ولی ریشه اقتصادی هم داره. سرخوردگی های اقتصادی، حکومت های استبدادی، فساد گسترده، همه اینها هم سبب می شود که از لحاظ روانی
نیروهای افراطی تقویت شود، تحریک شود و اینها دست به خشونت بزند، ناکامی ها و نامرادی های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را از رهگذر توسل به خشونت جبران کنه. ولی من بحث فرهنگ را جدی میبینم. اگر ما تحولات تاریخی که فرهنگ اسلامی از سر گذرانده خوب درک نکنیم و باز هم به مسائل روبنایی برگردیم یا یک توطئه خارجی بدانیم، کار استعمار و خارج و اینها، من فکر میکنم که بیراهه میرود. من تاکید میکنم که اینمی تحول فرهنگ اسلامی که متاسفانه یک نوع تحول رو به عقب هست، یک نوع گذار از عقلانیت به ناعقلانیت است و این خود به خود سبب شده است که منطق جای خود را به خشونت بدهد، بستر اصلی را برای افراطیت و برای خیرات ستیزی متاسفانه فراهم کرده و خطر بیشتر در اینجا هست که هرچی نیروها تولید می شود بستر فرهنگی آماده دارد. بنابراین به نظر من نقد فرهنگی و تحلیل تاریخی و علمی فرهنگ و تحولاتی که فرهنگ اسلام در مجموع فرهنگ افغانستان از سر گذرانده به نظر من می تواند که به صورت بنیادی و ریشه‌ای راه را برای نقد افراطیت و در نتیجه برای عبور از افراطیت باز کند. تشکر به شما، دوباره برخواد گشتید. آقای صدیق، آنچه که آقای امیری اشاره کردند، شما هم در نهایت امر تلاش میکنین تا اینکه در برابر گروه های تندرو و افراطی مبارزه کنین، قسمی که نشسته که به تازگی شاهد برگزاریش بودین، فکر میکنین این نشست چقدر میتونه این موضوعات را که آقای امیری اشاره کردند که در حال حاضر جای منطق زور و وحشت گرفته، یعنی ما چگونه میتونیم که در برابر ازیان مبارزه کنیم، یعنی مبارزه ما را دشوار ساخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای امیری به مکاتب فقهی اشاره کردند که تولید افراطیت را کردند و اونجا نقطه پایان بر عقلانیت داده شده. من با این گپ موافق نیستم، به خاطر از اینکه خود منطق وجودی مکاتب فقهی مبنایش عقلانیت است و بزرگترین کسی که این مکتب را ایجاد کرده میتونه آدم بگه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یگانه کسی است که مکتب اجتهاد را و مکتب رأی را ایجاد میکنه و به عنوان بنیانگذار از او عرض وجود میکنه. آنقدری که عقلانیت در اوج مد نظر است فکر نکنیم که در کدام جای دیگه باشه، یکی. و دوم، نوع روابطی را که بزرگای مکاتب فقهی با هم داشتن، چی خود اهل سنت ما بین خودشان و چی با سایر مکاتب دیگه، حتی با مکاتب اهل تشیع هم که در وقت داشت عرض وجود کرده بود، یک روابط علمی منطقی بوده. مثلا امام ابو حنیفه با امام جعفر صادق با امام محمد باقر نوع رابطی خود داشتن، حتی با سایر کسایی که از ادیان دیگه بودن نوع رابطه خود را داشتن. و آدم میتونه بگه که زمان نبوغ عقلانیت اسلامی یعنی می عصر مکاتب فقهی است که اینجا عرض وجود میکنه و تمام مباینی را که گذاشته میشه این مبنا اساسش کتاب و سنت است و روشی را که در فهم کتاب و سنت به کار میبرن روش مبتنی بر عقل است. و ما بسیار قضایایی داریم که اگر به جزئیات بپردازیم شاید وقت اجازه نده. چرا گروه هایی که به عنوان گروه های افراطی در افغانستان، مثلا طالبا از داعش است و القاعده که تجربهش افغانستان داره، اینا کلش مواردی را که به شکل خشونتبار عمل میکنن یک امتیاز دینی میدانن؟ بله بله، در این شکلی نیست که امتیاز دینی را میدانن، ولی که چطور امتیاز واقعا یک برچسب درستی که است که به دیوار دین میچسبه یا نه، اینجا سه عامل راست از عوامل بزرگی که ایره سبغه دینی میتن. یکی عاملش عامل نافهمی دقیق دینی است. ببینین دین یک چیز مجهول نیست که داخل یک گلاس جای شوه و در سرش بسته کنیم یک کتابش رو بالاش بانیم و کسی نفهمه. دین مثل که خود پیغمبر خدایی رو تعریف میکنه، میگه ما به یک دین آمدیم که او شبش از روزش که در روشن است، لیلها کنهارها. این یکی از عوامل بزرگی را که میتونیم ما در این قسمت داشته باشیم نافهمی دینی است. این نافهمی دینی یک دین را یک ابزار برای از این امیال خواسته ها و خواهشات خود اینا دارن استعمال میکنن و وارد میدان میشن. دوم،
کم فهمی است. ما در بحث های سه روزه را که داشتیم جناب استاد محق هم تشریف داشتن، بحث ما این است که ما چطور آگاهی های دینی را بالا ببریم در مبارزه با افراطیت و مردم را آگاه بسازیم که اونا بفهمند که افراطیت در دین جاه نداره و این نوع استفاده است از آدرس دین برای ازی. و سیومین عامل کچفهمی دین است. بعضی کسا از آدرس های بسیار کوچک میخواهد که استنباط بکنه. مثال های بسیار زیادی ما داریم در این موارد که نتونستن که درست از آدرس اصلی دین قضایا را بگرن، مباحث را بگرن و ای را به مردم عرضه بکنن. و مواردی را که شما اشاره کردن، خیلی دقیق اشاره کردن که بر مردم باید آگاهی دهی صورت بگیره. همین آگاهی دهی را که شما صورت گرفتین، مردم به کدام آدرس مراجعه کنن؟ آدرس های مثلا مساجد فعلا شما که در وزارت ثبت راجستر دارین، خطبه را که ثبت هستن و از آدرس حکومت به نمایندگی حکومت روزای جمعه تبلیغ میکنن. یعنی مردم باید به خاطر آگاهی دهی ما بر آگاهی دینی چند ابزار را داریم که ما میتونیم مردم را آگاه بسازیم. یک ابزار ما همو شما فرمودین مسجد است و محراب است. دومین آدرس امیجه که ما نشستیم، امی تریبیون شما است که ما از این آدرس میتونیم که به آگاهی مردم برسانیم قضایایی را که به مصالحت مردم و به مصالحت آمیزی مردم و به زیست برادروار مردم و مبارزه با افراطیت و سایر پدیده های شومی را که پیکره بزرگ ملت میخواهد که متزلزل بسازه. سیومش میتونیم که ما از آدرس مکاتب خود کار بگیریم، در نصاب تعلیمی سر از قضایا کار بکنیم، پوهنتون های ما است. یعنی ما داریم تریبیون هایی را که از آدرس از اون ما میتونیم برای آگاهی عامه کار بکنیم، ولی آنچه که مربوط به ما میشه و مربوط به این نشست سه روزه میشه دقیقا که قضایایی که در اینجا بحث شد کلش مربوط میشد به امامای مساجد ما و مساجد رسمی ما و ما امیدوار هستیم و تلاش داریم در ایران که تا بتونیم آگاهی ها عامه را از آدرس مساجد درست بسازیم. اما نگرانی های بسیار شدیدی از این تریبیون های دینی وجود داره که این تریبیون ها گاهی خودشان در اختیار گروه های افراطی قرار دارن که نمونه های در ولایت فاریاب، در ولایت تخار وجود داشت. بله بله، این خاطر است که افغانستان یک کشور اسلامی است، کشور سنتی است، در هر جای منبر و محراب مسجد داره و ظرفیت تشکیلاتی وزارت به حدی نیست که تمام مساجد احتوا بکنه و با تمام منبرها رابطه داشته باشه. طبیعی است که مردم از آدرس محراب مسجد کار خود میکنه، ولی ما در حد تلاش خود ما و در حیطه امو تشکیلات خود ما و ظرفیت خود ما کار میکنیم. امی تریبیون هایی را که به عنوان رسانه ها ما میبینیم هم کار میکنن. دهات رسانه وجود داره که قضایا را بر مردم انعکاس میده، صفحات تلویزیون فیسبوک است، صفحات اینترنت است، ولی گپ ای است که ما برای ظرفیت سازی ازی و برای آگاهی در محیط ظرفیت خودمان تلاش خود را داریم. تشکر. جناب استاد به شما برمیگردیم. تا حال مواردی که بحث شد فکر میکنین چرا افغانستان بستر مناسب به گروه های افراطی شده در یه آخر و ما در حال حاضر سر و صداهای از فعالیت گروه داعش میشنویم در شرق افغانستان که همواره دست به خشونت میزنن؟ حداقل در یک هفته گذشته ما شاهد دو مورد خونبار و مرگبار بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سلام برای تمام بینندگان تلویزیون طلوع و سلام به شما دوستا و سلام به خود شما. استادا بسیار چیزای خوبی فرمودن، اما ما یک دید دیگری دارم. این گروه هایی که فعلا در خاورمیانه بالاخره در افغانستان فعالیت میکنه، اینا افراطی نیستن، اینا واکنش هست، عکس العمل است. افراطیت تعریف شده، مقابل افراط تفریط است. افراط ایره می که از حدود گذشتن، از آن چیزی که اسلام، رسول خدا، فقها، ائمه اونها رسم کردن، از خطی که اونها، خط قرمزی که اونها گذاشتن، خط قرمز پای خدا فرا بذاره میشه افراطی میشه، از حد گذشتن، از حدود تعیین شده. تفریط ضد عزیز. اما این گروه های گروه های واکنش است، اینا کلش گروه های واکنشی است. ببینید ایره ما نامش افراطی میگذاریم، اما از خودش پرسان کن افراطی هستیم؟ مگر نه خیر، اینا گروه واکنشی است. واکنش از چی هست؟
از پدیده های بی‌عدالت اجتماعی است. وقتی که میبینید یک طبقه ده ها بلند منزل داره، طبقه دیگه محروم است. این طبقه محروم یک سوژه بسیار خوبی برای استعمارگر است. اگر تو در این وطن شریک هستی، مالیات میتی، عسکری میکنی، هر کار میکنی، اما این طبقه مشت اندک بالای تو حکومت میکنه و دار و ندار تو را میگیره برای خود در کشورهای مختلف، برای خود جاها جور میکنه و تو شکم از نان سیر نیسته. پس چگونه او میگه چگونه میتونیم که حق خدا بگیرم؟ بیا بگی صلاح را بگی، دیگر رای نیست. دیگه مسئله فرهنگی است. این رسانه ها، این تلویزیون ها، این دنیای مجازی، همه به حد به فحشا انسان میکشانه. وقتی که جوانا اونها را میبینه ناامید میشن از اجتماع، از حکومت، از مردم، از امام، از فلان فلان. بالاخره کجا میرن؟ گروه های در کمی نشسته هستن به نام مسلمان، به نام بنیادگرا، به نام این آن، مگر یگانه نجات تمیز است، بیا به جنت برو، اگر از دنیا چیزی نگرفتی به جنت متور روان میکنیم. پس اون هم از اسلام خبری نداره. این جوانان ما 90% از اسلام خبری نداره. و حتی باور بکنین، چون ما استاد دانشگاه هستم، سر کارم با این جوانا هست، یک شاگرد صنف دوی حقوقه میگم تو یک سوره قرآن را بخون، میگه نمیفهمم. یک شاگرد صنف دوی حقوق قادر به خواندن یک سوره قرآن نیست. پس این از این چی توقع داری شما؟ پس وقتی که یک کسی به برش پول بده، برش جا بده، برش صلاح بده، برش ناز بده، طبعا با او میباشه. و این بیکاری ها سبب بزرگترین سببش میباشه. فساد اداری، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، جبر تاریخ، فساد خانوادگی. و یک جوان مثلا خودت آرزو داری به سن حداقل 25 ساله تو عروسی بکنی، عروسی کردن نمیتونی. پس میگه او گروه ده کمی نشسته است، شما را میگه که بفرمایید خیلی به جنت برو، به ممر حور غلمان تو عروسی بکو. پس این همه چیزا دست با هم میته و در عین حال بازار صلاح فروشی هم به اوج خود رسیده. این امریکا و این روس، ببینین یک امریکایی که به شب تاریک مورچه را میتونه که از بین ببره، اما نمیتونه این گروه ها را از بین ببره. 60 کشور دنیا بالای داعش به نام داعش دانش دستاخته خودشون هستن. ما اولین بار بود که از تلویزیون طولو درباره داعش صحبت کردم، تا با امروز مردم به اطراف هم صحبت به میچرخه. این داعش کی به وجود آورد؟ این داعش یهود به وجود آورد، این داعش امریکا به وجود آورد، البته عربستان سعودی هم تا جای دخلی داشت. یعنی چرا نمیتونن که در سوریه فعالیت میکنه، در خاورمیانه فعالیت میکنه، با گروه هایی که در افغانستان فعالیت میکنن، فکر میکنین مشابه هستن؟ بدون شک همش یک چیز است. وقتی که در سال 2001 امریکا طالبان در هر نقطه از بین میبرد، با مجردی که دم طالبان دیدمش از بین میبرد، پس زمانی که یک حکومت در اینجا ساخت، زمینه را مساعد کرد که تایی که شکار کنه افغانستان. چرا طالبان از بین نبود؟ طول مسیز است، چرا از بین نبود؟ آیا نمیتونه از بین برن؟ بسیار آسان است که از بین برن، یک قدر قوه زیاد نمیتونه از... اینا همهش بازار صلاح فروشی خود گرم میکنن. به همین اساس ببین سعودی تقریبا 90 میلیارد دلار اسلحه خرید. این طرف ببین آیسته آیسته میرن به طرف چی؟ سعودی را مقابل ایران میسازن، میخوان یک جنگ دیگر را در بیتن. از این طرف تحریم اقتصادی را از سر ایران دور میکنن. اینا همه یک برای معامله میگه، توطئه میگه. هدفشون چیست؟ آثار تاریخی اسلام از بین ببرن، دار و ندار ما را از بین ببرن. آقای محق، واقعا گروه هایی که در افغانستان فعالیت میکنن و خشونت میآفرینن، اینا گروه های واکنشی هستن و گروه های افراطی نیستن؟ بعضی از اشاراتی که جناب دکتر صاحب اشاره کردن ممکن است گوشه از واقعیت های باشه که در دنیای سیاست و اقتصاد و امثال اینها اتفاق میفته، ولی در خلال دو دهه یا بیشتر که من قلم میزنم و دنبال همین بحث هستم که ریشه های از این مشکل پیدا کنیم، احساسم برداشتم در کل ایست که ما یک اصطلاح داریم در علم منطق که شاید در اینجا تا حد استفاده شود. یک طرف یک استراس میگه فاعلیت فاعل و در مقابلش قرار داره قابلیت قابل. معنایی که شما مثلا میخواین در این زمین چیزی را کشت کنین، گندم دارین، شما این را در کجا کشت کرده میتونین؟ گندم به دسترس شما هست که تخم است، آب و زمینه آبیاری به اختیار شما هست، انرژی و نیروی شما هست که فاعل این کار هستین،
ولی رو میارن روی یک زمین کنگریت مثلا میخواین که کشت کنین، روی یک جای ساخته از شیشه است مثلا میخواین کشت کنین، این کار نمیشه. تمام آنچه که به شما و امکانات شما برمیگرده 50% از قضیه است، 50% دیگر قضیه برمیگرده به زمینه ای که این تخمر میتونه حاصل، زمینه حاصل خیزه که میتونه ریشه بدوانه و ایر به جای برسانه. ما در کشورهای اسلامی دو روی کرد داریم از زمان سید جمال الدین به این طرف. یکی همون روی کرد است که جناب دکتر سب اشاره کردن و تعدادی از صاحب نظرها با این دیدگاه موافق هستند، او ایست که ما در اینجا قربانی یک وضعیت هستیم، همیشه نیروهای از بیرون آمدن دست به کارهای زدن و از این طرف هم واکنش های صورت گرفتن. اما روی کرد دوم هم طرفداران فراوان داره در بین صاحب نظرهای مسلمان و این روی کرد مبتنی بی است که نه، ما مشکل ما اساسا قابلیت قابل است، مشکل ما در واقع زمینه های درونی این وضعیت است. یعنی این آدمی که آمده میایه بم به جان خود بسته میکنه و میایه خود را بکشتن میده، او از یک جهان بینی برخوردار است، از یک تربیت برخوردار است، از یک مجموعه از باورها ای آدم ذهنش مشهون شده که حال آماده میشه که شیرین ترین چیز و مهمترین چیز که در زندگی داره که حیات است ای را به قمار بزنه. باید یک باور بسیار قوی پشت سر از این قضیه باشه. ای به صرف تشویق و گپای تبلیغات و پروپاگاندای ساده به وجود نمیاد. این باور قناعت درونی ریشه های در فرهنگ ما داره، در اینجا زمینه های کافی وجود داره، چنان که استاد امیری اشاره کردن که ما به طور اگر بخوایم یک سرویس صورت بگیره، یک فرد روزانه در خلال یک هفته چند ساعت در معرض تبلیغات قرار میگیره، در خانه یک مجموع از باورها به او گفته میشه و به مکتب میره و یک مجموع از باورها گفته میشه و رادیو تلویزیون میشنه و یک مجموع از باورها به پای منبر میشینه، یک مجموع از باورها کتاب و رساله و مجله را به دست میگیره، یک مجموع از شبکه های اجتماعی را باز میکنه، وبسایت ها، اینترنت، یک مجموع از اینا بمباردمانی از تبلیغات و مفاهیم است که به طرف این انسان میره و این آدم در خلال یک دهه از عمر یا بیشتر که در معرض جذب این افکار قرار داشته، در درون این یک جهان بینی شکل میگیره. این جهان بینی است، این باورها و بینش هاست که او را مستعد میکنه برای دست دادن به کارهای خشونت آمیز. همین جهان بینی که تشکیل میشه، همین جهان بینی ناشی از افراطیت است نیست؟ طبیعی است این نگاه افراطی است. من معتقد هستم که این یک نگاه افراطی است. مثلا وقتی که فکر میکنه که من مسلمان صحیح هستم، دیگران مسلمان ناصحیح هستند یا مسلمان نیستند، این بخش از همین جهان بینی است. در دنیای ذهنی او همه چیز تقسیم شده به سفید و سیاه، تقسیم شده به حق و باطل، تقسیم شده به خیر و شر. خود تصور میکنه که در جبهه خیر است، در جبهه حق است، در جبهه انبیا و صالحین است، بقیه که هستند همه در جبهه کفرند، در جبهه شرکند، در جبهه فرعون هستند، در جبهه ابو جهل هستند، در جبهه فلان هستند. تلویزیون های موجود در همو جبهه فکر میکنه، نهادهای مدنی در همو جبهه فکر میکنه، حکومت در همو جبهه فکر میکنه، سرباز دولت در همو جبهه فکر میکنه، عالم دینی که او را تایید میکنه در همو جبهه فکر میکنه. مجموع اینها را باطل، برانداختنی و نابود شدنی میدانند. در درون خود به این باور رسیده که این شر، محور شرارت، آنچه که هست با همه شاخ و برگ و شاخه ها و اندام این باید که نابود شود. تشکر. این جهان بینی است که او را آماده میسازه برای این. تشکر. آقای امیری، در افغانستان گروه های زیاد هستند که خشونت می آفرینند، با باور آقای دکتر اگر این گروه ها واکنشی هستند، پس گروه هایی که زیر بینش و جهان بینی افرادگرایی فعالیت میکنند در افغانستان کدام گروه هست؟ ببینید، اگر ما همه چیز با کنش و واکنش تقلیل بدیم، مگر کنش و واکنش مال دوران معاصر است، مگر از زمانی که تاریخ شروع شده کنش و واکنش نبوده، پدیده ای که ما امروز با او مواجه هستیم پدیده واقعا منحصر به فرد است. ای باید تا چند تا کنش و واکنش ساده تقلیل پیدا نمیکنه. مگر فقر پدیده نوساخته است؟ مگر استبداد و خشونت سراسر تاریخ اسلام که شما ببینید، تمام دولت هایی که شکل گرفته دولت های استبدادی بوده و بشر به انسان مسلمان احترام قائل نبوده، ولی ما پدیده مثل داعش، مثل خشونت هایی که امروز مواجه هستیم نبودیم. به اون خاطر ما یک بار دیگه برمیگردم که ریشه در فرهنگ دارد. ما تصحیح میکنم اگر گفته شده باشد که گویا مکتب های فقهی عامل انحطاط فرهنگ ای گپ ما نگفتم، مکتب های فقهی در قرن 3 و 4 و 5 قوت داره، در قرن بعد همین مکتب ها هستند که تحول پیدا میکنه. تحول فرهنگ یعنی همه که چیز کانکریت نیستن. شما امروز از بستر مذهب حنفی شاهد طالبان و داعش و امثال هم هستید. این نشان میده که در خود این مکتب یک تحول پیدا
شده. حنفیه در بلخ شکل گرفتند، از لحاظ کلامی برخشان معتزلی بودند. اصول قیاس را ابو زید دبوسی بیشتر از امام ابو حنیفه تثبیت کردند. خودش یک سمرقندی است، ابو حنیفه خودش ریشه در عجم و کابل و اینها داره، ولی گروه هایی که خود فتوای معروفش است که ما هیچ یک کسی که به قبله نماز بخونه تکفیر نمیکنه، گروه هایی که چپ روز مثل آب خوردن هم حنفی میگیره خود هم تکفیر میکنه، این چیه؟ این یک فرهنگ تحول پیدا کرده. حنفیتی که امروز مواجه هستیم با حنفیت قرن 4 و 5 متفاوت است، به حنبلیت نزدیک است. این گروه ها ما کار نداریم، احناف اصیل در افغانستان وجود داره. اتفاقا ما یک از نقطه های امید معمی است که اینها سنت اصیل حنفی را احیا بکنه که هم به عقل احترام قائل است، هم به رأی احترام قائل است و هم به انسان حرمت قائل و هم از تکفیر پرهیز کنه. من در آخرین کتابی که درباره اسلام نوشته کردیم به این مکتب به این مسئله خودم پرداختم، ولی واقعیتش این است که بسیاری گروه ها امروز به نام حنفیت آدم میکشد، تکفیر میکنه. امام ابو حنیفه میگفت لا نکفر احدا من اهل القبله. امروز آدما به صدای شنیدن صدای پای زن را به حکم تکفیر صادر میکنه. این تحول از کجا پیدا شده؟ این تحول از فرهنگ پیدا شده. پس یک بار دیگه توجه کنیم که تحولات فرهنگی بسیار عمیق هست و این دیگر دیسی ها بیستر، ما از تعبیر آقای محق فوق العاده خوشم آمد استفاده کنیم، که بیستری که گروه ها رشد میکنه زمین آماده، این زمین فرهنگ اسلامه. حالا کی فن میدیا، کی فعالیت استخباراتی میکنه، کی اینها را عملیاتی میسازه، دست پشت پرده کی است، یهود است، استعمار است، با او کار نداشته باشیم. بیاید مسئله را درونی کنیم. دشمن دشمن است، همیشه برای دشمنی آمادگی داره، ولی در درون ما چی؟ آیا همین زمینه ای را که آقای محق مثال زد، زمینه را خوش کندیم؟ زمینه را برای پرورش همین گروه ها از بین بردیم؟ من میگم برعکس، در دولت افغانستان با امکانات دولت ما زمینه را برای نام حیا میکنیم. شما به عنوان ژورنالیسم کاروکالم فاکولته شریعت فانتونی کابل ببینید، ما به جایی که افکار ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی که کلامی رسمی در افغانستان بوده، عقیده تهاویه را خود ما ترویج میکنیم. این خیلی معنا داره برای کسی که نگاه فرهنگی داره، این معنا داره. تغییر کاروکالم یک چیز ساده نیست که شما مضمون بیولوژی رو کم کنید جایش مثلا فیزیک زیاد بلید. وقتی که امید جهان بینی که دوستان اشاره کردن به خصوص آقای محق، این خیلی مهمه. شما جهان بینی که ساخته شده که رواداری و انسان را میپذیره، تحمل مون، مدارا مون، مسالمت مون، این جهان بینی رو برمی‌داره، جایش یک جهان بینی دیگه میارید که به کوچکترین گپ تکفیر میکنه. من یک بار تاکید میکنم که ما از مذهبی که ویژگیش رأی و احترام به قیاس است، ویژگیش عدم تکفیر است، رواداری هست، ما به خصوص در بخش حنفیت در کتاب خود را توضیح دادیم چطور شد که ما به جایی رسیدیم که بیش از هر چیز حکم تکفیر صادر می‌کنیم. بیش از هر چیز موارد فرهنگی را آقای امیری، به خاطر ما تاکید میکنیم که مسئله واکنش مسئله ساده نیست که ما دو چهار تا واکنش ثبت کنیم. با گروه های افراطی هم بسیار زیاد داریم و هم اینها ریشه در فرهنگ داره، بسیار ساده نیست. ما یک بار دوستان به خاطر از اینکه توطئه به جایی که شما توطئه این و آن کش میکنید، یک بار نقص فرهنگ پوسیدگی تاریخی فرهنگ نشان میدید. نقد فرهنگی فرهنگ از بین نمیبره، بارآور میسازه. ابو حنیفه به سهم خود یک ناقد فرهنگ بود. وقتی که بحث اصول قیاس مطرح شد، پیش از او مطرح نبود. شافعی وقتی که به مصر رفت نظریات خود تغییر داد. دوستان میدانند که دو نظریه برای امام شافعی وجود داره، اینا خودشان گذر کردن از پسته های فرهنگی است. من فکر میکنم اگر نقد فرهنگ در افغانستان جدی گرفته شود و اگر این تحولات درک شود، ما میتوانیم رای برای عبور پیدا کنیم. در غیر از صورت فرهنگ کنونی ما واقعا زمینه مناسبی برای رشد و تولید گروه های افراطی است. واکنش از قدیم بوده است، فقر از قدیم بوده است، اما اون چرا که ما امروز با او مواجه هستیم یک افراطیت لجنگسخته، غیر عقلانی و بسیار خشین هست و این امکان دارد که سبب زوال و نابودی جامعه شود. این بسیار خطرناک است. نباید ما بگیم که اگر فلان اداره اصلاح شد، فلان کار شد، اصلاح می شود. شما خود را خراب تعریف می کنید. واقعا جهان بینی شما، تعریفی که از خود دارید و از فرهنگ خود دارید، یک تعریف دیگر ناپذیر و خشین است و این خطرناک است. این ربط یعنی میخواین بگوین که تلاش هایی را که ما میکنیم به یک نحو خودش زمینه ساز شده تا این که گروه های استعمارگر هم زمینه پیدا بکنن و گروه های افراطی هم زمینه پیدا کنن تا این که افراطیت در افغانستان ترویج کنن. در حدی مثالش مثلا در دانشگاه ولایت ننگرهار داشتیم که دانشجویان خودشان آمدن عملا در تظاهرات شرکت کردن و پرچم داعش بلند. در حدی اگر به بخش فرهنگ برسیم، من نظر من است که متاسفانه کسی که نماینده اون فرهنگ اصیل و سنتی افغانستان که شامل اسلام با روایت مدارا و تصوف و دیگر پذیری هست، به حد زیادی نیروهای فرهنگی و علمای ما نماینده این فرهنگ نیست. در بخش دولت و استراتژی ها اگر بر بگردیم، متاسفانه ما دولت هایی داریم که
با مو ظرفیت های فرهنگی و تاریخی فرهنگ افغانستان و خیرتگرایی نهفته در تاریخ افغانستان آشنا نیست. در نتیجه اونها یک استراتژی فرهنگی که بر اساس از اون استراتژی زمینه فرهنگی این گروه ها خشک شود، این استراتژی رو طراحی کردن است، بلکه برعکس، چون از لحاظ مذهبی ضعیف هستند، از لحاظ دینی ضعیف هستند، از لحاظ فرهنگی اعتماد به نفسشون ضعیفه، نیروهای سیاسی ما در سطح کلان رهبری سیاسی ما کلا با افراطی ترین طیف از علما پیوند بسیار نزدیکتر پیدا میکنند، به خاطر که از تکفیر میترسه، در نتیجه به افراطی ترین افکار اینا زمینه رشد میدهد. شما میپذیرین با صحبت هایی که آقای محق و آقای امیری داشتن که در قسمت فرهنگی باید کارش ها یک نقد فرهنگی صورت بگیره، ما خود ما زمینه ها را محدود بسازیم به خاطر فعالیت گروه های افراطی؟ خب همه چیز نسبی هسته، ما گپ دوستان را مکمل ردم نمیکنیم و مکمل تاییدم نمیکنیم، هر کس تحلیل و تجزیه خود داره. ما به عنوان یک مثال، وقتی که جنگ قندوز بود، ما بهش میتونم مشاهده میکردم و یک نفر طالب، البته یک گروهی از طالب، یک عسکر از سری پول میشه تسلیم میشه و این تسلیم میشه، ببینید که آنقدر فقر فرهنگی به این طالب هست، چی میگه؟ الحمدلله میگه، الحمدلله کافی را گرفتم. او بچه یاسین بسیار به تجوید میخوانه، یاسین به تجوید میخوانه، الحمدلله میگه. ببین تا چه اندازه مسئله مخشویی هست. شما ببین در جهان پیشرفته امروز، من که نمی حالا دکتر هستم، اگر به دست دشمن بیفتم، من میتونم مغز من بشوین، به من چیزی حق باطل، باطل حق نشان بده. شما در سریال هم شده دیده باشین، بینن اینا سالها میبرن جوانای نوجوانای 12 ساله و 10 ساله را، 5 سال 4 سال اینا را تربیه میکنن و مغزشان میشوین و اونها چیزهای سرخ سبز سبز سرخ نشان میتن، برن به معرکه میگذارن. بینن درست است، فرهنگ تاثیر خود داره، ولیکن بسیار وسایل دیگه یا اسباب های دیگه است که این فرهنگ رشد میده، یا به طرف انحراف رشد میده، یا به طرف رشد میکنه. در افغانستان ما شما بسیار ناگهانه است. و اون روز ما در یک محفل هم میتونم بسیار به صدای بلند گفتم، ما آنقدر تقلیدی هستیم، آنقدر سنتی هستیم، اگر لیدین هم از قبر بیدار شوه، زنده شوه، خب یک لونگی خوب جور بکنه، ریش دارد بکنه، الله اکبر بگه، پشتش میریم. مثل که رهبر چچنستان 30 نفری بودن که در روسیه او بم اتم، در نیروی بم اتم روسیه بود و تمام بمباردمانی که در افغانستان شده بود او قماندان ازی بود. او آمد افغانستان رو مکمل خراب کرد، اما در ششان او امام خلیفه بود. خب یعنی باز هم برمیگردیم به اون فقر فرهنگی. بله و موضوع کوریکولوم آقای امیری اشاره کردن، شما که به عنوان آقای امیری من مخالف هستم این کوریکولوم ها نه افراطی هستن و نه تفریط هستن. اما چطور اگر افراطی نیست، چطور شما را زیاد از دانشجوی یک دانشگاه میان و پرچم داعش بلند میکنن و شما حمایت خود اعلان میکنن؟ اینمی واکنش هستن، از اینکه خواسته هایشان دولت قبول نمیکنن، از اینکه به آرمان هایشان نمیرسن، بالاخره یک عکس العمل نشان میدن. و مثال دیگه ایش که در جنگ کندوز دانشجویان مدرسه تمامش جنگ افزار گرفتن، صف طالبان ایستاد. شما تحقیق بکنین، همین دانشجو دانشجویی که سلاح گرفت در رابطه بنیادگری و در مزه اصول فقه چیز پرسان که یک کلمه نمیفهمه. اینا اومدن تصور کردن مقابل مردم هستن که چرا از دولت ناامید شدن. وقتی که انسان مثلا در حال غرق شدن شد، از هر اون چیزی که دستش بیاد میگیره. اونا در حال آموزش هستن، چگونه از دولت ناامید؟ آموزش هم درست، فرهنگای امی کرکولا مفردات افغانستان فقیر است. استادای هستن که لکچر نوت های 30 سال پیش تدریس میکنن. ما در حال انکشاف هست، توسعه هستیم، باید اینا تغییر بکنن. چرا حتی حضرت عمر فاروق میگه، حتی یک مقوله چی میگه؟ الفتوا تتغیر بتغیر الزمان والمکان. فتوا به زمان تغییر زمان مکان تغییر میکنن. حتی ببین حضرت جمال الدین افغان چی میگه؟ ما یک روز در صنف نشسته بودیم، یک از استادا پرسیدن کرد که کیم تعریف مروت میفهمه؟ گفت المروت تخلق الانسان به خلوق امثاله فی زمان و مکانی. مروت همیشه که تو با زمان خود برابر بکو، برود برابر بکو. پس به که آقای متقی اشاره کردن، گفتن که فتوا نظر به زمان باید تغییر بکنه، یعنی این توانایی را وزارت حج و اوقاف داره با این
برگزاری نشستی که داشتن زیر نام مبارزه با افرادگرایی که همو شیوه های مبارزه با افرادگرایی را نظر به زمان و نیاز مردم برابر بسازن. دقیقا که ما زمانی که میخواد پدیده را با عصرش تفسیر نکنیم و مثبتش با مثبتات جامعه و منفیش با منفیات جامعه انطباق ندیم، ما نمیتونیم که به منزل مقصود برسیم. فتوا یک وظیفه بسیار عظیم و بزرگ است. ما به یک گپ نسبتا موافق هستم که ببینین حتی در تاجیکستان که بسیار کشور نوبنیاد است، چند سال محدود میشه که از استعمار کمونیسم خلاص شده، اونموج مفتی اعظم داره، ولی افغانستان تا به می اکنون هم مفتی اعظم نداره که مردم مرجع فتوایشان باشه که همه گی از اموج استفتا بکنن و او برشان فتوا بده. ما در تلاش ازی هستیم، بار بار از این چند ماهی که جناب عثمانی صاحب به صفت وزیر آمدن، تلاش ما و صحبت ما سر ازی هسته که ما اول یک دارالافتای بسیار قوی را بسازیم، دو توحید فتوا را بسازیم، سه امو چیزی را که استاد به او اشاره کرد به تغییر زمان بعد فتوا را تغییر بدیم. و در این هیچ شکی نیست که ما در اصول اسلامی قضایایی را داریم که اونجا فتوا به زمان تغییر کرده. امام شافعی رحمت الله علیه در مدینه منوره یک فتوا را میده، وقتی که به مصر میره فتوای دیگه میده. امام ابو حنیفه یک زمان یک کسی پیشش آمد چندین مورد فتوا را از پیشش گرفت رفت، چندین سال بعد آمد که با امام وقتی که روبرو میشه که تمام نظریات امام خلاف از او چیزی بوده که چند سال پیش از پیشش گرفته. امروز وقتی که صحبت میکنه میگه که من وقتی که آمدم از خودت قدر مسائل گرفتم و همه مردم را به او دعوت کردم و بر اونا فتوا دادم به اساس از اینمی فتوای خودت و آل که آمدم کلش تغییر کرد. امام ابو حنیفه برش میگه که بله، آن زمانی که به ما یک سند درست میرسه، وضعیت جامعه را میبینیم، ما باید در انطباق به او باید اظهار نظر بکنیم. اما چقدر باز شما مطمئن هستین که از این مرکزی که فتوا صادر میشه سوء استفاده صورت نمیگیره و زیر تاثیر گروه های خشونتگر در افغانستان قرار نمیگیره؟ چون عملا ما شما میبینیم که قانون از بلندترین مرجع که نقض میشه تا پایین ترین سطحش که یک شهروند عادی است. خب این اطمینان آدم، اطمینان آدم اون وقتی میبینه که وارد بحث شوه، وارد میدان شوه. حالا یک قضاوت پیش از وقت است که ما سر ازی قضاوت بکنیم که آیا ما چقدر میتونیم کوره. ولی قضیه دارالافتا یک قضیه است که اونجا باید امانت علمی را مفتی اعظم مراعات بکنه و ترس خدا و مصالح عباد، ای از جمله مواردی است که ای را یک مفتی باید در نظر بگیره. بنابرای ازی آن زمانی که دار الافتا ساخته میشه، یک مفتی بزرگ عظیم بالای ازی تسلط پیدا میکنه، مقرر میشه. ما او زمان باز ببینیم که چقدری، ولی ما امیدوار هستیم که ای دستخوش گروه های افراطی نشه و ای آن چیزی را که نیاز مردم ماست، نیاز جامعه ماست و استفتای مردم است. یعنی فکر میکنین که این مرکز میتونه در قسمت کاهش افراطیت اثر گذار باشه؟ به یقین. هر هیچ کاری نیست که آدم از او یک پیام خیر را توقع نداشته باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که لا تحقرن من المعروف شیئا، هیچ کار خیر شما اندک نبینین. شما چه باور دارین که این میزه که ما همینجا نشستیم بیننده های مازی چی میگره؟ اگر نمیگره چرا دایرش کردین؟ اگر میگره حتما یک پیام خود گرفتن که ما در اینجا چی میگیم به مردم خود. ما یک پیام به ملت بزرگ افغانستان میرسانیم، ما یک پیام به جوانان افغانستان میرسانیم. درست است که دیدگاه های ما متفاوت است، این منطق انسان است که باید دیدگاه متفاوت. ما با آقای امیری گپ داریم، باشه، گپ ما در جایش است، ولی آنچه که ما و آقای امیری در اتفاق داریم، ما و جناب آقای محق، ما و دکتر صاحب، در مجموع ما و با شما همگی مصلحت کشور ما ملت بزرگ افغانستان است، با می اتفاق داریم. یعنی پس وقتی که اتفاق داریم، شما از تریبیونتان امی مجموعه اینجا جمع کردین که یک پیام برای ملت برسه.
پس ما امیدوار هستیم که با احداث و ایجاد یک دارالافتای بزرگ و عظیم یک قسمتی از خدمات برای ملت بزرگ افغانستان انجام داده باشیم و یک مقداری از انمی ویروس هم کاهش داده باشیم تا که دیگه تشکر را آزار نده. آقای محق، شما موافق هستین با آقای صدیق که یک مرکز فتوا در افغانستان ایجاد شود و این میتونه در قسمت کاهش افراطیت و برداشت های افراطیت در افغانستان اثرگذار باشه؟ اینجا چند نکته است که بعد از هم تفکیک شود. قبل از او که موضوع جواب شما را بدم، یک نکته را اشاره کنم. چیزی که آقای امیری گفتند و دکتر صاحب درباره عقیده تحاوی، ما دو کتاب داریم، یکی العقیده تحاوی، یک رساله کوچک از امام تحاوی است، یک محدث بوده و از محدثین احناف است. در مسائل حدیثی گرایشش به مکتب اهل حدیث نزدیک بوده، اما در فقه به مکتب حنفی. ملاحظاتی که وجود داره یا مناقشاتی که هست بر سر کتاب است در شرح ای به نام شرح عقیده عقاید تحاوی. این شرح عقیده تحاوی را کسی به نام ابن عبدالعز شرح کرده که ظاهرا نام او را ماندن ابن عبدالعز حنفی، اما محتوای ای را که کس نگاه میکنه ای محتوای سلفی داره. بعضی از محققین که آمدن نسخه های خطی از ای را در گذشته ها جستجو کردن میگن که این نسخه است انتحال شده که سلفی ها ساختند، اهل حدیثی را نوشتن منصوب کردن به ابن عبدالعز حنفی، و بعضی میگن که خود ابن عبدالعز عمدن نام حنفی بر خود نهاده بوده به خاطر کاستن از حساسیت ها. یعنی در رابطه با اصل و ساقت کتاب اختلاف جدی وجود داره. فعلا معتبرترین کتاب است که سلفی ها ای را در عقیده به همه جا پخش میکنن، تدریس میکنن، ای را بسیار تقدیس میکنن در شبه قاره هند و پاکستان، و اخیرا در افغانستان هم این کتاب رایج شده در دو دهه اخیر و در بعضی جاها جز کاریکولم درسی مدرسه های ما در افغانستان هم هست. در مقدمه این کتاب شرح عقیده نصفی شما یک بحث بسیار مفصل، ببخشید عقیده تحاوی، یک مقدمه مفصل میبینین که در رد علم کلام است و در اونجا اقوال زیاده را نقل میکنه که علم کلام بد است، مذمت شده، خود علمای که متکلم هستند بد هستند، و حتی روایات را نقل میکنه منصوب به دوی رساند البته به امام شافعی و دگرا، که اگر به گپ ما باشه باید علمای علم کلام بگیرند با کفش بر سر اینها بکوبند، با جریده امو شاخه های درخت خرما باید اینا را لط کنند، به بین قبایل هم بگردانند تا اینا رسوا و بیاب شوند. حالان که علم کلام در بین قدمای اهل سنت و اهل تشیع و فرق اسلامی یک علم بسیار محترم و معتمد بود. کسانی مثل امام غزالی کتاب نوشته در دفاع از علم کلام و در جایگاه علم کلام، جوینی، باقلانی، ابو منصور ماتوریدی، بسیار علمای بزرگ داره ماکینا آمدن علم کلام شاخ و برگ دادن. این یکی از شاخه های بسیار معتبر در کاریکولم اسلامی قدیم بود، و اتفاقا به خاطر ای که در این علم از روش های عقلانی برای تبیین مفاهیم اعتقادی اسلام استفاده می شد، بسیار از علمای علم کلام اینا فلسفه را می آموختن. امام المتکلمین، استادای محترم تشریف دارن، امام المتکلمین در تاریخ اسلام که مشهور است بین اهل سنت امام فخرالدین رازی است، و فخرالدین رازی معتبرترین تفسیر در تاریخ اسلام می‌نویسه، کتاب‌های در رابطه با عقاید و درباره اصول فقه و علم کلام نوشته میکنه. او آدم به فلسفه زمان خود هم آشناس، با آنکه فیلسوف به معنای رسمی کلمه نیست، در اصل متکلم است، اما به فلسفه روزگار خود آشناست و از این دلایل عقلانی و علوم عصر خود، علوم بیروندینی که میگه مثل از علوم لغت و زبانی گرفته تا علوم استدلالی، از اینها استفاده میکنه در تبیین مفاهیم مفاهیم دینی. اتفاقی که در قرون اخیر افتاده که او غلبه سلفگیری بر فرهنگ اسلامی است، یکی همیست که نه تنها که فلسفه ترد می شود از کاریکولم اسلامی، که فلسفه اینجا چتر کلان است. وقتی که ما میگیم فلسفه ترد می شود، یعنی همه دانش هایی که زیربنای استدلالی عقلانی داره، علوم برهان به گفته بعضی ها، ای از کاریکولم به یک سو گذاشته می شود. در ادامه ای علم کلام هم کوبیده می شود و به حاشیه رانده می شود. شما می بینید که بعدها
در خیلی از کاریکولم های بعدی که ساخته می شود مبارزه با کلام و مبارزه با فلسفه تبدیل به یک اصل می شود. حالان که قدمای ما دفاع از علم کلام حتی بعضی واجب می دانستن می گفتن، چون این راه دفاع از عقیده است در مقابل حتی بزرگترین متکلمینی که از اسلام دفاع کردن، متکلمین معتزلی و ماتوریدی و امثال اینها بودند که در مناقشه با مانوی ها، بودایی ها، مسیحی ها، یهودی ها و بقیه غیر مسلمان هایی که در او زمان بحث استدلالی می شد، اینا از اسلام به روش های عقلانی دفاع می کردن. علم کلام و فلسفه را در او زمان به این خاطر فرا گرفته بودند. در این قرون متأخر جریان سلفیگری یا اهل حدیث که غالب شده، علم کلام و فلسفه را کاملا از فرهنگ اسلامی به حاشیه رانده و یک نمونش همین کتاب شرح عقیده طحاوی است که امروز شما هم تاکید میکنید که باید در کوریکولم تغییرات قطعاً کاریکولم ما نیاز به یک بازنگری بسیار بنیادی داره. من ایره با تأسف میتونم گفته که بسیار وقتا ما با کسانی مواجه شدیم که ظاهراً به ظاهر لباس عالم دین دارن. وقتی از او جناب استادم دیروز تشریف داشتن با بعضی بحث‌ها رو شنیدن و ما تجربه رو فراوان داریم که نفر قواعد اصول فقه نمیفهمه ولی به خود اجازه میده که بیا فتوا صادر کنه. میرسیم به بحث دارالافتا که استاد اشاره کردن. من موافق هستم با دیدگاه ازیا که ما در افغانستان نیاز داریم به این که دارالافتای وجود داشته باشه. دارالافتا کافی نیست که یک فرد به عنوان مفتی اعظم در او باشه، بلکه یک نهاد باید باشه که مصداقیت خود اول تثبیت کنه. همه کسانی که دارای صلاحیت علمی هستند در این حق عضویت داشته باشند، حق ابراز نظر داشته باشند. یعنی این که دارالافتا همه مشکل حل نمیکنه، یکی از گام ها، یکی از نیاز هاست. کارهای کلانتر است که اصل نهاد دینی رسالت او در عصر حاضر تبیین شود. دین در جهان امروز چقدر میتونه برای انسان ها آرامش بخش باشه، میتونه که دغدغه های معرفتی اونها را پاسخ بده، میتونه دغدغه های روحی روانی اونها را اشباع کنه، در کنار این چگونه میتونه به همزیستی با سایر نهادها در عصر حاضر برسه، چگونه با علم رابطه برقرار میکنه، چگونه با عقلانیت مدرن ارتباط برقرار میکنه، چگونه میتونه که جایگاه انسان در جهان کنونی تبیین کنه و نقش تسهیل کننده و کمک کننده برای انسان داشته باشه. این یک کار بسیار کلانتر است که در خلال یک نسل شاید صورت نگیره، ولی به هر حال گام به گام ما ضرورت داریم به طرف این نیاز بریم، حداقل به رسمیت بشناسیم که کلیت دستگاه دینداری ما نیاز به بازنگری و بازسازی داره. این دردی بود که کسان مثل علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه داشتن و متفکرین دیگر مثل آنان که باید خود کلیت دستگاه مسلمانی را مورد بازسازی قرار بدیم. این در طول تاریخ آمده، در بستر سیلاب های گوناگون تاریخی افتاده. حکومت ها نقش خود داشتن، زبان نقش خود داشته، قبایل نقش خود داشتن. این چیزی که به نام دین امروز به دست ما قرار گرفته از چندین آبشار آلوده دیگر هم عبور کرده. از آب زلالی که از آسمان وحی نازل شده بود و به دسترس امت اسلامی قرار گرفته، وقتی در بستر تاریخ قرار گرفته به شکل زلال به دسترس ما نرسیده. آنچه که ما امروز از او می نوشیم و می خواهیم که سیراب بسازیم خود را، خیلی وقتا چیزی که از خود دین نیست. اینا چیزی که خیلی فرق و گروه ها و اشخاص مختلف تولید کردن به عنوان دین. تشکر. ما گذاشتیم. آقای امیری، به عنوان نتیجه گیری اگر بحث امروز یک جنبندی بکنین، بالاخره آنچه که آقای محق اشاره کردن که بازسازی و اما دستگاه دینی است، این چگونه امکان پذیر است؟ چطور میتونیم این دستگاه را بازسازی بکنیم و به مرام اصلی دین برسیم؟ فقط بستگی داره که شما پیش فرض شما چی باشه. اگر پیش فرض شما ای است که ما دوچار انحطاط هستیم از لحاظ فرهنگی، بله شما این می نقطه عظیمت است که ما در یک وضعیت مطلوب به سر نمیبریم. فرهنگ ما خود زمین آماده برای تربیت و تولید انواع افرادگرایی هست. ای پیش فرض اگر وجود داشته باشد، خودش یک پیشرفت است و متاسفانه که در علمای معاصر ما در افغانستان این پیش فرض خیلی کم دیده می شود. اگر پیش فرض وجود نداشته باشد، حق با شماست که چیزایی را که آقای محقق گفتن تحقق پیدا نمی کنه. من تشکر می کنم از آقای محقق که توضیح بسیار کافی در مورد کتاب عقاید طحاویه دادن، شرح عقاید طحاویه. ما می خواهیم یک مقایسه کنیم بین کتاب شرح عقاید طحاویه و کتاب شرح عقاید نسفیه. این شرح عقاید تالیف ملا سعدالدین تفتازانی هست. تفتازانی یک از بزرگان علمای اسلام هم در ادبیات و هم در علم کلام است و احتمال زیاد که این کتاب را هم در هرات نوشته باشد، چون اکثر کتابهای خود را در دوران عالی کرد در هرات نوشته کرده پیش از ظهور تیموری ها و کجا.
امی دو کتاب را اگر شما بررسی کنید، کسی که با این جهان بینی تربیت می شود و با این شرح عقاید تهاویه تربیت می شود چیه؟ ما فقط می خواهیم از تهاویه، ما به حق و ناحق هم زیاد کار نداریم، می خواهیم بگویم فرهنگ چی تحول پیدا کرده. شما وقتی عقاید تهاویه را می خوانید، خدا را با عقل اثبات می کنید، نبوت امر عقلانی هستند، کتاب هیچ گونه خشونتی را برای شما تولید نمی کنه، انگیزه نمی ده که او را بکش، ایرو بزن، او را بکار کن. ولی وقتی کتاب از اول می خوانی، او را تشهیر کن، او را با درخت خرما بزن، او را آبروی کی را ببر، با پیش از یک شما وارد متن کتاب شوید، در مقدمه کتاب به علیه یک مجموعه از نیروهای فرهنگی در جهان اسلام سنگر میگیرید. این بسیار تفاوت ما، برخلاف فرمایش جناب دکتر متقی، ما یادآوری میکنیم که تحولات فرهنگی بسیار مهمه. البته تا چند سال پیش ما در جریان بودیم که در بعضی از حوزه های اهل سنت در شمال افغانستان من بعضی علما را دیدم که این کتاب عقاید نصفه را تدریس میکرد، ولی اینا به حاشیه رفته. این چیزی که دیروز متن بود امروز حاشیه میشه، این تحول اساسی است. ما اگر می‌خوایم که به قول آقای محق و به تعبیر مرحوم اقبال بخوایم بر کل دستگاه مسلمانی تجدید نظر کنیم، باید به این تحولات و جابجایی ها توجه کنیم. اگر علمای ما با تجمد از اون چی که اتفاق افتاده دفاع بکنه، یک کتاب درسی تبدیل شود به یک متن مقدس، ما هیچ راهی برای برون رفت نداریم و امکان خطرهای بسیار زیادی در ماه. ولی اگر ما اول کار می قبول کنیم که دچار انحطاط فرهنگی هستیم، چیزایی که دیروز در متن بود به حاشیه رفته، دیروز منطق در متن بود خشونت حاشیه بود، امروز برعکس شده، منطق به حاشیه رفته، خشونت در متن آمده. اگر این رو بپذیریم، یک مبارزه همه جانبه و بسیج امکانات فکری، مادی و معنوی و طرح یک استراتژی فرهنگی راه برای بنبست باز میکنه. و اگر این رو نپذیریم، از وضعیت موجود دفاع کنیم، از کتاب ها به صورت کتاب مقدس دفاع کنیم، در نتیجه راه به بنبست نداریم. صحبت های ما یک تشریفات میشود، در لفظ خشونت را محکوم میکنیم، در عمل خشونت را باز. تشکر آقای متقی، دیدگاه آخر از شما هم خیلی کوتاه. خب دیدگاه آخر ما دامن دستر مسئله فتوا، در حقیقت جناب استاد اشاره خوبی کردن. یکی از همو افرادگرایی که دوستا گفتن، واکنشی که من میگم در رمی تعدد فتوا هم میباشه. هر کسی ناکس در هر گوشه افغانستان فتواهای صادر میکنن، مثلا خود هم حکومت افغانستان زیر سوال قرار میتن که یا کافر است، مسلمان است و چطور چنان است. به این اساس من تقریبا 4 سال پیش از یک تلویزیون هم را پیشنهاد کردم که اگر شوه یک دار لفتایی باشه به اساس مذاهب. مثلا در افغانستان دو مذهب هستن، مثلا در مصر 4 مذهب هستن. در مصر از هر کسی پرسان کنین مگه کدام مذهب هستی، مثلا فلان برش آدرس میتم، مگه برو دار لفتا از پرسان کن. ما حق دادن همین فتوا را ندارم. دیگه توحید خطبه این بسیار مهم است. همین مولاها یا کسایی که خطبه میگن لجام گسسته نباشن، باید از طرف وزارت حج و اوقاف وقتی کلمه ارشاد که در اونجا هسته، همین ارشاد عملی بکنن. خطبه های توحیدی را مثلا به ترکیه ما رفتم، بعضی که مثلا جمعه 3 روز به جمعه من از طریق ایمیل برای تمام خطبه ایمیل میشه، یک قسم خطبه است. این رو در رابطه ایگا بزن، سر سبا در رابطه ایگا بزن. وقتی که ما خطبه را توحید بکنیم، متنش از طرف وزارت حج و اوقاف بهشون داده شود، دیگه فتواهای بیجا داده نمیشه، تفسیرهای بیجا صورت نمیگیره. تشکر. آقای صدیق، دیدگاه آخر شما در قسمت خطبه ها چقدر در حال حاضر وزارت حج و اوقاف کنترل داره برای خطبه هایی که در نمازهای جمعه صورت میگیره؟ ما برای زمین خطبه دو مکانیزم داریم سرش کار کرده میریم. یکی که اما سیستم ایمیل را که دکتر سبب اشاره کردن، ایر ما با همکاری افغان بی سیم شروع کردیم و برای اکثریت خطبا تماس ما تماس ایمیلی و الکترونیکی است و این کار الحمدلله خوب است میشه. ما در افغانستان خطبه را به 3 کتگوری تقسیم کردیم. یکی برای یک تعداد خطبایی که تنها سوژه داده شود، تنها عنوان بحث داده شود، اینا نیاز نگه ندارن که برشان سایر قضایایی که مربوط به عنوان میشه ایره تفصیلی برشان بتیم که ایره بخوانن. بحث دوم یا بخش دوم ما کسایی هستن که اونها نیاز دارن که کل امی متن در اختیارشون قرار بگیره و اینا از مجموعه امی متن گپ بیرون کنن و بگوین برای مردم. کاتگوری سیوم ما کسایی هست که متاسفانه نه خودشان گپ گرفته میتونن که برشان سوژه بیتی، نه متن خوانده میتونن. ما در این قسمت دچار یک مشکل بسیار جدی هستیم. به می خاطر است که تمرکز ما بیشتر سر ازی است که ما برای تدریب ائمه یا برای ساختار
یک مجموعه امام هایی که به شکل اکادمیک از یک آدرس فارغ شوند و متصدی امور خطابت شوند سر ازی بساط تلاش داریم. سپاسگزار هستم از حضورتان مهمانان گرامی در بحث. بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده گفتمان بودین. تا گفتمان بعد، الله نگهدار.